روزه ها و نمازاتون به درگاه الهی صلواتی جلیتر هدیه بفرمایید. جهت تعجیل در فرج پر از خیر و برکت مولانا بقیت الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات دیگر رو مهدی پسند بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا اگر سوالی هست بفرمایید. خب اگر در ماه مبارک رمضان شخصی احتیاج پیدا بکنه به اینکه آمپول زده بشه، آیا در روزی او تأثیری داره؟ اشکالی نداره. در ماه مبارک رمضان آمپول زدن اشکالی نداره. بله، ولی این که تقویتی باشه طبق فتوای آیت الله العظمی سیستانی اشکالی نداره. در ماه مبارک رمضان اگر خانمی قرص استفاده بکنه که تمام ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرد، درسته. اگر سوالی هست بفرمایید. در ماه مبارک رمضان اگر شخصی دارویی رو استفاده میکنه مثل داروهایی که برای آسم استفاده میشه که یک دارویی رو باید تنفس بکنه، اشکالی نداره. اسپری داره، اشکالی نداره، چون برای تنفس هست، برای ششها استفاده میشه. و اگر اشتباهاً مثلا از حلق پایین بره لطمه به روزه نمیزنه، چون برای تنفس در واقع درست شده و اون سهمی شده، اشتباهی شده. بله، مسواک زدن در ماه مبارک رمضان اشکالی ندارد، به شرط اینکه مسواک کننده قبل از اینکه مسواک بزنه متوجه باشه و میفهمد که اگر مسواک بزنه چیزی پایین نمیره، خودش میدونه. اما اگر شخصی هست که میداند مسواک بزند، معمولا با مسواک زدن ایشون پایین میره آبی چیزی، در این صورت ایشون نباید مسواک بزنه. به تجربه شخصی اون فرد مربوط میشه. حالا اگر کسی معمولا وقتی مسواک میزنه چیزی پایین نمیره، حالا یک مرتبه اشتباها چیزی پایین رفت، اشکالی نداره. این تنکه رو اگر روش رو برگردون بشه طرف من نباشه. اگر سوالی هست بفرمایید. جهت برآورده شدن حاجات، جهت نزول رحمت بر جمع حاضرین، جهت شفای همه مریضان اسلام و ملتمسین دعا که چشم برام این جلسات با معنویت شما هستند، صلواتی جلی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بیته المعصومین المکرمین. قال الله
الحكيم في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن چیست قرآن چیست قرآن گفته پروردگار معجزه پیغمبر والا تبایا چیست قرآن زمزم جوشان عشق رمز هستی راز خلقت جان عشق چیست قرآن آفتاب زندگی دفتر اندیشه پایندگی چیست قرآن مشعل راه نجات چیست قرآن چشمه آب حیات رهنمای متقین است این کتاب مونس اهل یقین است این کتاب این کتاب از راستی دم می زند بانگ حق جویی در عالم می زند می نماید راه خیر از راه شر چون بود روشنگر راه بشر خداوند انشاءالله به برکت این ماه نزول قرآن به همه ما توفیق استفاده کافی و کامل از این لحظات و جلسات قرآنی مرحمت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Last night, brothers and sisters, we arrived to this important ayah. Allah subhanahu wa ta'ala says, the rizq, the wealth from all the creation, any animal or planet is upon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is sponsor for the rizq, for the food, for the drinks, for the all wealth of the creation. Last night, brothers and sisters, we mentioned that we human are a small category of the creation. When Allah subhanahu wa ta'ala says Dabbah, the word Dabbah includes all the creation. We brought some example last night that even under the lowest level of the oceans, there are some animals, they need food. And according to science,
lower than 700 meters inside the ocean, nothing can grow because there is no light, no sunlight. How about their food? How they provide their food? He said that there are some small beads on the higher surface of the water. They get the light, they grow up. When they grow up, they gain weight. When they are ready to be eaten, then they sink down under the ocean. And it is the food of those animals which are under the ocean, lower than 700 meters. Another example, brothers and sisters, we said that there are some animals that, when, especially in the water, when they have their food, they cannot clean their tooth. But there are some other animals, other birds, they come to the sahel, shore. They open their big mouths, and these small birds, they clean their tooth, and that is the risk for that bird. Look, subhanAllah, brothers and sisters, look at the system, at the circle of the creation. This animal, this huge animal, eats meat. But for that small bird, this huge animal keeps the mouth open until this small bird eats his rest. After this small animal flies, then he will close the mouth and go back to the ocean. This is the circle of the risk that Allah subhanahu wa ta'ala arranged. One of the main purpose of this ayah, brothers and sisters, is to make human more calm, more relaxed. Sometimes humans are too worried about their risk, about their wealth. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Then Allah subhanahu wa ta'ala with this ayah includes all types of the risk. We have two types of the risk: the materialistic risk and also the spiritual risk. What is our spiritual risk? Can you give some example? What is the spiritual risk? Guidance, going in the right path, a good reputation. Good reputation is a risk or not? This is a big risk. Being generous is a very good factor and characteristic for a person. This is a spiritual risk, right? Patient, subhanAllah. Patient, a big risk. What else? Worship. Worship. Many people, they don't have the opportunity to worship. They don't have this opportunity. Yazid, at the end of his life, he asked for a prescription from Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, how I can repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Imam Sajjad alayhi salatu wasalam told him, if you can pray namaz qufayla, Allah subhanahu wa ta'ala may forgive you. Imam Sajjad alayhi salatu wasalam was asked, ya Rasulullah, why you teach him? He said, but he will not have the opportunity, the tawfiq. Subhanallah. Repent, tawfiq. Even brothers and sisters, presence, participation in this kind of majalis of Quran, spending the minutes of the time in the majalis of Quran, this is a grant, this is a ni'mat, this is a spiritual risk. We have in dua, Allahumma rzuqna shahadata fi tariqik, fi sabilik. O Allah, grant us as a risk, Allahumma rzuqna. This is the word, the risk. O Allah, grant us shahadat in your way, in your path.
اللهم مرزقنا الایمان، اللهم مرزقنا العلم تماما. او الله grant us the ایمان، grant us the علم، the complete علم means the experimental knowledge and divine knowledge both. اللهم مرزقنا علما تماما. So rest, brothers and sisters, is a very general word. It is include the materialistic rest that usually people concern about that, and also the spiritual rest. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Also, brothers and sisters, your rest is not the same rest as yesterday. Not only the quantity, but also the quality has been changed from yesterday. Many people, they think that during the 2 years that the child is drinking the milk from his mother, this milk is the same quality, but it is not. The milk that the child drinks from his mother at the first week or the first month is much more different with the milk that the child is drinking from his mother when the child is 19 months old. The quality of the drink or the quality of the milk is totally different. About our rest as well, brothers and sisters, once after we finish from the drinking milk, there is a special rest for us, right? Mother, father, they feel sponsored, they feel responsible for our food they provided for us. But the rest that we are enjoying now is completely different. So we divided the rest in spiritual rest, materialistic rest, and also we divided the rest with quantity and also the quality. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah subhanahu wa ta'ala says, all the rest is upon Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala knows your location, knows your residence. Don't worry. He knows where you are. وَمُسْتَوْدَعَهَا. If you move to somewhere else, Allah subhanahu wa ta'ala is with you during your movement. And He knows your next direction, next location. Subhanallah. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Pay attention. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, everything. Pay attention, brothers, sisters, at them. Allah subhanahu wa ta'ala says, all your rest is present, is written in the list. Kitab al-Mubin means a clear book, a visible, means do not worry, everything is concrete, confirmed, your rest is confirmed. Hazrat Ali alayhi salatu wasalam divided the rest into rizqun yatlubuhu wa rizqun yatlubuka. You have two rests. One rest is seeking for you, to be eaten by you. And the other rest is the rest that you have to save for that. That is the materialistic income and also some spiritual rest, brothers and sisters. We have to be prepared to get some rest, some spiritual rest. Look at the life and the story of the prophets. Before they get the prophethood, they would ready for the prophethood. Laylatul Qadr, brothers and sisters, is very close. We have to be prepared for Laylatul Qadr. During the Laylatul Qadr, rest revealed. But do not forget, brothers and sisters, the rest that people are gaining during Laylatul Qadr is different. In one masjid, maybe 500 are there and 500 are reciting labbaik. 500
or reciting Ya Allah, Bika Ya Allah. But the rizq, the spiritual rizq that they are gaining is different according to their preparation, according to their capacity. كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. خدای مهربان می‌فرماید و این خدا خدایی هست که خلق کرد آسمان‌ها و زمین را در شش روز. وكان عرشه على الماء و عرش و قدرت او بر آب است. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، برای اینکه آزمایش کنند، امتحان کنند کدام شما بهتر عمل میکنید. یکی از شگفت انگیزترین آیات علمی قرآن همین آیه هفتم سوره مبارکه هود است. خدای مهربان میفرماید که آسمان ها و زمین را خداوند در چند روز خلق کرد؟ چند روز؟ شش روز. خب حالا این شش روز چیه؟ شش روزی هست؟ یعنی از مثلا شنبه شروع شده تا پنج شنبه تمام شده؟ این کدوم روزها هست؟ طبعا این روزها نیست. چرا این روزها نیست؟ چون خداوند می‌فرماید که آسمان‌ها و زمین رو بر طبق شش روز خلق کرده. اگر بگیم شش روز زمینی، خب اون روز که اون زمان که زمینی نبوده. اگر بگیم شش روز خورشیدی، خب اون موقع که خورشیدی نبوده. کل این آسمان و زمین رو خداوند سبحان بر شش مرحله، ایام یعنی مرحله، بر شش مرحله ساخته. حالا این شش مرحله خواهر و برادر شاید هر مرحلهش مثلا میلیارد سال طول کشیده، ما نمیدیم چندین میلیارد سال. اینجا یه سوالی هم ایجاد میشه که چرا خدای مهربان مثلا شش مرحله خلق کرد و بعد ما رو تو مرحله ششمش قرار داد؟ چرا تو مرحله اول ما رو قرار نداد؟ چرا اصلا از همون ابتدا خدای مهربان یک مرحله ای درست نکرد؟ برای خدا که کاری نداره، اصلا مراحل لازم نیست. اذا اراد الله امرا فیقول له بگی کن فیکون. چرا از همون اول خدای مهربان یک کن فیکون نکرد؟ همین دنیا بشه و همین بالاخره مردم و ما بیاییم و اینا. یکی از زیبایی های خلقت خواهر و برادر این هست که وقتی ما انسان ها پشت سرمون رو نگاه میکنیم، میبینیم این عالم واقعا عجب مراحلی داشته تا با ما رسیده. این ما رو بهتر آموزش میدهد، این ما رو بهتر رشد میده. وقتی ما انسان ها نگاه میکنیم پشت سرمون رو، عجب یک انفجار بزرگی رخ داده. این کهکشان ها، این خورشید ها، این منظومه ها، سولار سیستم ها، اینا یکی یکی جدا شده، بعد خلق شده، بعد اینا همه مواد مذابی بوده، بعد این مذابه ها خوش شده، بعد یخ بندان شده، بعد مثلا حیواناتی آمدن، دایناسورهایی آمدن که ما انسان ها به هیچ عنوان با هیچ قدرتی نمیتونیم با اونها توی یک کره زمین زندگی کنیم، اصلا محاله. اما خدای مهربان چقدر منظم این دایناسورها رو قبل از ما قرار داده. اون حیوانهای عظیم و جثه‌ای که محال بود انسان ها بتونن با اونها رشد بکنن. حالا تکنولوژی امروز رو نگاه نکنید، به فرضی که همین تکنولوژی امروز هم باشه، ما نمیتونیم با دایناسورها به این راحتی ها کنار بیایم زندگی بکنیم، درسته؟ وقتی ما نگاه میکنیم خواهر برادر، این خلقت این همه زیبایی داره، این همه شگفتی داره، یعنی ما در یک نقطه خیلی کوچکی در این عالم خلقت قرار داریم. این وسیله بزرگی برای فهم ماست، وسیله بزرگی برای تربیت ما هست. خدای مهربان می‌فرماید که وکان عرشه علی الماء، قدرت خداوند بر آب بوده است. مفسرین می‌فرمایند درست کلمه ما یعنی آب، اما این آب نیست، این ما به معنای مذاب هست. قدرت هم عرش همیشه به معنای محل تاج و تخت نیست. خب عرش اون چیزی که ما ها میشناسیم، یک تخت خیلی بزرگ و مثلا سقفدار و سایه‌دار و ها، ما به این میگیم عرش. اما در عبارت قرآنی
اینجا کلمه عرش به معنای قدرت پروردگار است، یعنی قدرت پروردگار بر اون مایع، قدرت پروردگار بر اون مایع ظهور و بروز کرد. اون مایع چی بوده؟ همین فلسفه رو، همین تئوری رو همه شما مطالعه کردید، همه اطلاع دارید که میگن همه این کهکشان‌ها، همه این عالم خلقت مثل یک گاز فشرده همه با هم دیگه بوده، کردیم چیزی شبیه همون مایع ما، و بعد با یک انفجار اینها جدا شده، بعد این خورشید خودش با انفجارهای دیگری بیشتر جدا شده، یک یک این سیاره ها ایجاد شده و همین فاصله ها حفظ شده، این سیاره ها مثل زمین، این هم مواد مایعی بوده، مذاب بوده، این هم آرام آرام خنک شده به مرور زمان. پس این تفسیرش هست، یک وقتی سوء برداشت نشه. این از اون آیه های فوق‌العاده مهم و علمی هست که خدای مهربان فرموده است. حالا اینجا یک تئوری هست به نام بیگ بنگ و اینها با هم دیگه تعارضی نداره، تا حدودی تایید هم میکنه این آیه 7 سوره مبارکه هود را. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدای مهربان میفرماید که ما همه این جریان خلقت رو از اون ابتدا تا الان که آوردیم برای این هست که شما انسان‌ها رو تربیت کنید. بعضیا خیال می‌کنم ایکم احسن و عملا یعنی که شما رو آزمایش کنید، امتحان کنید. نه، امتحان بدون درس بی‌عدالتی است، ظلمه. بعضی‌ها ممکنه یه پدر مادری پیدا بشه درس نداده، از فرزند خودش امتحان می‌خواد، ها، وقت نگذاشته که فرزند خودش رو مثلا احکام نماز رو بهش یاد بده، اما اگه بچهش نماز نخونه باش دعوا میکنه. یعنی بچه از ما داریم نماز نمیخونه، وقت نذاشته که اون رو بیاره مسجد اینجا جلسه قرآن شرکت بکنه، قرآن بخونه. بعد وقتی که پسرش تارک الصلاه میشه یا قرآن هم نمیخونه، بعد موقع ناراحته. یعنی امتحان میگیره بدون درس دادن. این خلاف عدالت، خلاف انصاف هست. تو خودت کوتاهی کردی که امشب دیدیم که یک نوجوانی اینجا سوره مبارکه یوسف رو خوند. سوره یوسف خوندن از هر دهانی زیباست، اما از یک تینیجر، از یک نوجوان که سوره مبارکه یوسف رو میخونه، یک شیرینی دیگه ای داره. نه، خدا خیر بده و پدر مادری که این بچه ها رو میارن، خدا شما رو خیر بده که این مسجد و این مراسم رو تقویت میکنیم. این خیلی مهمه. خواهر و برادر، نابرد رنج گنج میسر بگید نمیشود. وقت بذارید، زحمت بکشید، گوش بچه ها رو بگیرید. الان یه روزی میشه به شما گوششون رو دست شما نمیده. از 18 که گذشت ها، حرف بزنی تمومه ها. یک نیویورک بودیم، یک جوانی یک مفاتی آورد و یک قرآن مسجد، گفت که خدا رحمت کنه پدرم رو، وقتی زنده بود اینا دستش بود میخون، ولی من نمیدونم اینا چیه. فهمیدم که بالاخره مسلمون بود و با این مسجد یک رفت و آمدی داشت. گفتم خب اینا رو بردارم بیارم اینجا تحویل بدم، خدا حافظ. اینطور نشه ها، ضرر میکنی. ممکنه یک فرزندی به پدر و مادر بگه من پراجکت دارم، من درس دارم، من هومورک دارم، مردم زیر بار علم. نه، اینطور نمیشه. یکی از علم هم همینه، یزکیهم، بگید و یعلمهم. یزکیهم، قرآن علم تنها رو تأیید نمیکنه ها. قرآن میگه اول این ظرف علم رو تمیزش بکن، آب بکش، بعد توش علم بریز. فرزند با تربیت، فرزندی که در مسیر الهی در صراط مستقیم تربیت شده باشه، حالا این با علم خودش بیشتر ثمره میده، خیر بیشتری میرساند. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند سبحان میفرماید تمام این دستگاه آفرینش میلیاردها سال قبل از شما انسانها رو ما خلق کردیم برای اینکه اونها بشه یک تابلوی درسی برای شما. همه این عالم رو هم خلق کردیم برای اینکه بشه وسیله تربیت شما. حالا همه این عالم خلقت بشه وسیله تربیت شما که چی بشه؟ وقتی که انسان رابطه خودش رو با خدا، با خلق، با خلقت تنظیم بکنه، احسن و عملا. خوب دقت کنید، فرماید که
کار خوب بیارید تحویل بدید. احسن و عملا. نمیگه خداوند بخواد ببینه که کدوم شما بیشتر کار میکنید. نه. کلمه بیشتر نیست تو قرآن. کلمه چیه؟ بگید. بهتر. کدومیتون بهتر عمل می آورید نه بیشتر؟ خیلی نکته زیباییست. ببینید اینها معجزه های عقلی قرآنه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه خیلی زیبا می فرمایند لیس یعنی اکثر و عملا ولیکن اصوبکم عملا. حضرت می فرمایند که منظور این نیست که کی بیشتر نماز میخونه، کی بیشتر قرآن ختم میکنه، کی بیشتر ذکر میگه، کی بیشتر مثلا کار میکنه، کی نه، بیشتر نیست. حضرت میفرمان اصوبکم عملا. خدا میخواد ببینی که کدومتون درستتر کار میکنید. دقت کنید، درست. فرام اینو خیلی مهمه. و انما الاصابه الخشیه و نیت و صادقه. امام صادق می فرمان که خب حالا تفقینای شریفه خداوند می فرمان احسن و عملا کار بهتر یعنی چی؟ می فرمان یعنی اون کاری که کننده اون کار اون رو 100% برا کی کرده؟ نیتش درست بوده. نیتش درست بوده. این نیت خیلی مهمه ها. حالا این قسمت دیگه ای حدیث رو ببینید. ثم قال الابقاء على الاخلاص حتی یخلص اشد من العمل. حضرت می فرمند دقت کن خواهر برادر، سبحان الله، این حدیث آدم رو تکان میده. حضرت می فرمند که خالصان نگه داشتن نیت عمل سخت‌تر هست از انجام خود عمل. الله اکبر. علامه نراقی رحمت الله علیه با جمعی از شاگردان حج مشرف می شدن، در مسیر راه توقف کردن در یک به اصطلاح امروز رستگاری ها و کاروانسرای سابق. آقا خسته بودن، رو کردم شاگردای جوان، یکی هم همین اسب ما رو آب بده. بچه همه خسته بودن، نشسته بودن. یکی از شاگردا گفت که خودش فکر کرد که خب حالا اصلا من اگه بلند شم اسب رو آب بدن میگن ماشاءالله چه آدم مخلصیه، واقعا با همه خستگی داره اسب آقا رو آب میده. یکی من بلند شدم گفتم استاد من اسب شما رو آب میدم. علامه نراقی به من رو کردن فهمیدم با اون نیتی که تو میخوای اسب رو آب بدی ای از من رو به کعبه مقصود نمیرسانه. بشین، نیت رو متوجه شدن. خواهر و برادر، نیت شرط همه اعماله. حالا این زیبایی که حدیث امام صادق دارد این هست که میفهمن گاهی اوقات آدم عمل رو با اخلاص شروع میکنه اما با اخلاص تمام وای 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 با اخلاص تمام نمیکنه. با اخلاص شروع میکنه، با اخلاص تمام میکنه، بعد میره یک جایی ارائه هم میده، بله الحمدلله توفیقی شد دیشب، ما واقعا در نماز شب هم شما رو دعا کردن. نماز شب رو تنهایی خوند و کسی ندیده ها، ولی اینجا بالاخره حضرت میفرمایند که حالا عمل خالص چیه؟ میفرمایند بل عمل الخالص الذی لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل خالص اون عملی هست که از هیچ کس توقع تشکر و ماشاءالله نداری به غیر از خدای او. عمل خالص این خیلی مهمه. خب پس خواهر برادر، احسن و عملا کی میتونه کار بهتر انجام بده؟ این یادتون باشه. خوب دقت کنید، شما 5 دقیقه میخواید عبادت کنید، این کلیده ها، 5 دقیقه میخواید عبادت کنید، با این 5 دقیقه چه عبادتی بکنید بهتره؟ اصلا یکیش اینه که 5 دقیقه بلند شیم 4 رکعت نماز رو، این هم یه عبادت. یه جز قرآن بخونیم، این هم یه عبادت. تسبیح بگردونیم، این هم یه عبادت. یه عبادت هم یکی مثلا ما یه نفر رو میشناسیم،
اصلا تاریک المسجد، اصلا مسجد نمیاد، رمضان هم هست، یا این 5 دقیقه رو یک تلفنی هم بو بزنیم خب؟ گوشی رو برمیدین فلانی چطوری خوبی اینا، من امشب دارم میرم مسجد، شب ما رمضان افطار هست اینا، بیا با هم دیگه بریم خوش میگذاریم خب؟ همون 5 دقیقه رو وقت گذاشتیم، درست؟ خب اینا رو مؤمن حساب میکنه، ببینه که این 5 دقیقه وقت عبادت خودش رو برای چی کاری بذاره بهتره. یه نهی از منکر است. شما میدونید در شریعت اسلام کارهای خیر اجتماعی ثوابش بیشتر هست از کارهای خیر اندیویجوال و شخصی. کسی شب رو تا صبح نماز بخونه به اندازه یک نماز جماعتی که اینجا همه با هم دیگه میخونیم ثواب نداره. همه در روایات هست. هر کدوم از اعمال جنبه آموزشی، جنبه تربیتی خودش رو داره. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. آی پیغمبر، اگر به اینها بگی، به این مردم بگی که شما بعد از مرگ زنده خواهید شد، اینها حرف تو رو رد میکنن، میگن اصلا این حرف جادویه، یه ممکن نیست. چطور ممکنه که یه انسانی که بدنش از بین رفته، خواب شده، حتی شاید ریسایکل شده، تبدیل شده به چیز دیگه، سبزی، درختی، چیزی ها جذب شده در ریشه سایر گیاهان اینها، یا خورده شده توسط حیوانات، یک شخصی افتاده تو دریا مثلا ماهی بدنش رو خورده ها؟ این چطور ممکنه روز قیامت با همین بدن دو مرتبه محشور بشه؟ سخت دیگه ها؟ طبق فکر ما امروز ممکنه سخت باشه. اینها به تعبیر قرآن اینها دا الا سحر مبین. اما خدای مهربان میفهمد نه، همون خدایی که هیچ بودی، هیچ، شما رو خلق کرد، نسیت خلقکم الاول، از هیچ شما رو آفرید، حالا دو مرتبه ریسایکل کردن براش کار سختیه؟ کار سختی نیست. یعنی خواهر برادر، بذارید من این آیه رو نتیجه بگیرم، وقتمون تموم شد، وسط هفته هست، دقت کنید. یه آیه هفت اینطور شد پس. خدای مهربان یک مجموعه فوق العاده شگفت انگیزی رو از عالم خلقت قبل از ما انسان‌ها خلق کرد، از مواد مایع، و اینها شش مرحله رشد کرد. بعضی از مراحل رو ما انسان‌ها می‌دانیم، فهمیدن دانشمندان از این شش مرحله، شاید بعضی‌ها رو هنوز ندونستن. همه این مراحل ششگانه، همه این عالم خلقت به عنوان تخت سیاه هست برای ما که ما بهش نگاه بکنیم، چیز یاد بگیریم، تربیت بشیم، و بعد تمام این دستگاهی که الان ما باهاش مشغول هستیم در این دنیا، اینها هم وسیله تربیت ما هست. یعنی به عبارت دیگر خواهر برادر، همه این، دقت کن، همه این مراحل ششگانه خلقت و این عالم هستی مثل یک رحم مادری هست که فقط محل تربیت فرزنده. ما اینجا باید تربیت بشیم، مغزمون رو، فهممون رو، عقلمون رو، توانمون رو، درکمون رو، معرفتمون رو زیاد بکنیم که بعد از مرگ بریم به یک عالم بزرگتر. اون عالم بزرگتر چقدر بزرگه؟ اینقدر بزرگه که به تعبیر امام جعفر صادق علیه السلام، همه این عالم هستی با این مراحل ششگانه خودش نسبت به عالم برزخ مانند یک انگشتر است در یک بیابان. یعنی ما بیاییم سطح درک و معرفت خودمون رو در این دنیا زیاد بکنیم که بتونیم از او دنیای عالم برزخ بهتر حظ بگیریم، و اون هم احسن و امرا هست، اعمال رو خالصانه کنیم، یعنی وصف بشیم به سرساف خلقت، به مرکز آفرینش، به مرکز قدرت. اون موقع انسان رشد بی نهایتی خواهد یافت. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، الهنا بحق قرآنك المستحکم و نبیك المکرم، استجب دعانا یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم. پروردگارا به احترام قرآنت اعمالمون، عباداتمون به لطفت قبول بفرما. پروردگارا بر همه اعمال ما نعمت اخلاص مرحمت بفرما. پروردگارا اعمال ما رو جزء احسن و عملا قرار بده.
مریضانمون شفای عاجل مرحمت بفرما، امواتمون ببخش و بیامرز. پروردگارا همه کسانی که برای این مجالس قرآنیت زحمت میکشند، درهمن، دینارن، قدمن، زبانن، عملن، بانیان افطار، به لطف و کرمت از همشون قبول بفرما. اموات جمع حاضرین و بانیان افطار ببخش و بیامرز. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.